شما رانندگی می کنید. از چند سالگی در آرزوی رانندگی کردن بودید. برای رسیدن به سن قانونی و گرفتن گواهی نامه لحظه شماری می کردید. اتومبیل بابا و مامان را کش می رفتید. اگر یکی از دوستان اتومبیل داشت به نظرتون خیلی آدم مهمی بود. در نقاط مختلف دنیا این سوال ها بیش و کم جواب یکسانی دارد. به شما آزادی و استقلال میده. به شما احساس مهم بودن میده. خب منم مخالف استفاده از اتومبیل برای حمل و نقل نیستم. فلورا وینستون پزشک است و محقق در امور تصادفات. به این خانم و نظراتش باز میگردیم اما فعلا این را داشته باشید که احساس استقلال و آزادی در مسئله رانندگی مهم است مخصوصا برای نوجوانان. مالک یکی از این نوجوانان است که او را در شهر اوینگز میلز در ایالت مریلند میبینم. 16 ساله است و در حال یادگیری رانندگی از وقتی که ده سالم بود منتظر این روز بودم پدرم حوصله نداشت من رو این طرف و اون طرف ببره شهری که مالک در آن زندگی می کند بیش از سی هزار نفر جمعیت دارد و اتوبوس شهری هم دارد و قطار هم از آنجا رد می شود با این حال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای این طرف و آن طرف رفتن چندان راحت نیست سیستم اتوبوسرانی در شهرهای کوچک آمریکا و در بعضی از شهرهای بزرگ این کشور مانند لس آنجلس طوری طراحی نشده که شما بتوانید به سرعت از نقطه به نقطه دیگر بروید گاهی ساعتها طول می کشد تاکسی هم اگر برای بزرگ سالان گران نباشد قطعا برای نوجوانان گران است و تازه همه جا هم به راحتی در دسترس نیست برای همین است که پدر و مادرها منتظرند بچه هایشان زودتر بزرگ شوند تا کمتر به عنوان راننده شخصی آنها را از این طرف به آن طرف ببرند. از آن طرف نوجوانان هم منتظر هستند تا پشت فرمان پریده و دیگر مجبور نباشند برای یک حمل و نقل پانزده دقیقه با اتومبیل یک ساعت با اتوبوس این طرف و آن طرف بروند. بدون داشتن گواهینامه سختم جایی برم مثلا رفتم به مرکز خرید یا به خونه دوستانم پدر و مادرم اگر سر کار باشن نمیتونن منو جایی ببرن. اون وقت باید با اتوبوس یا دوچرخه برم. اگر پول نداشته باشم و مجبور باشم به جایی برم، رفت و آمدم سختتر میشه. داشتن گواهینامه کارها رو آسونتر میکنه. معلم رانندگی مالک نامش کورتنی راس است. او 31 ساله است و 11 سال در ارتش آمریکا خدمت کرده. وقتی که سال 2005 در عراق بودم راننده تریلی 18 چرخ بودم با کاروان تجهیزات و تدارکات میرفتم و میومدم اگه بخوام مقایسه کنم روندن این اتومبیلای کوچیک برام مثل آب خوردن کورتنی میگوید با داشتن گواهینامه نام <تصفح> اتومبیل در دوره دبیرستان محبوبیت دانش آموزان در بین همکلاسی ها بالا می رود. بالا رفتن محبوبیت در میان همکلاسان هم که مرزی ندارد اول در کلاس خودمان میخواهیم جالب ترین باشیم و بعد کم کم به دنبال بهترین شدن در میان کل دانش آموزان مدرسه خواهیم بود. اینطوری می شود که درد سرها شروع می شود. محبوبیت خوب اتفاق میفته یه زمانی میرسه که دوستتون میگه منو تو مکدونالد ببر یا منو سریع به خونه برسون. بله محبوبیتتون بیشتر میشه در ضمن که باید پخته ترم بشه. پخت نبودن به اندازه کافی در رانندگی ممکن است به تصادف های مرگبار منجر شود. در نوجوانی هم که نوشیدن الکل و کشیدن مواد جذابیت های خاص خود را دارد و شوخی و سر به سر گذاشتن هم مرزی ندارد، تصادف محتمل تر می شود. اما آمار در آمریکا حکایت دیگری دارد مقایسه آمار سال 1999 میلادی و 2012 میلادی نشان میدهد که تعداد تصادف های مرگبار که راننده بین 15 تا 19 سال سن داشته کاهش چشمگیری داشته است فلورا وینستن محقق تصادفات رانندگی میگوید یکی از مهمترین دلایل کاهش آمار تصادف های مرگبار تغییر در سیستم گواهی نام دادن است که حالا به صورت تدریجی انجام می شود. مرحله اول مرحله یادگیری است که بعد از قبول شدن در امتحان آین شروع می شود. در مرحله اول باید تعداد ساعت مشخصی زیر نظر یک معلم یا پدر و مادر رانندگی را یاد بگیرند. این مرحله که تمام شد باید امتحان رانندگی بدهند و اگر قبول شدند به مرحله دوم می روند. مرحله بعدی خیلی در رانندگی مهمه. در این مرحله اجازه رانندگی مشروط دارند. در بعضی از ایالت ها حق داشتن مسافر ندارند. بعضی از ایالت ها قوانین ویژه کمربند ایمنی دارند و بعضی از ایالت های دیگه قانون ممنوعیت استفاده از تلفن در این مرحله. همچنین نداشتن الکل در اتومبیل. اینها ممنوعیت های مهمیه برای رانندگان جوانی که بلوغ و تجربه لازم برای رانندگی را ندارن. اگر از مرحله دوم هم رد بشوند در مرحله سوم می توانند کامل را بگیرند اما تا آن زمان یک سال از گرفتن گواهینامه اولیه گذشته و تجربه رانندگی آنها بالا رفته خانم وینسن به خصوص به فایده ممنوعیت داشتن مسافر در یک سال اول رانندگی تاکید می کند او می گوید پرد شدن حواس راننده مهمترین عامل تصادفات است بنا به تحقیقاتی هم که او و همکارانش انجام دادند مهمترین عامل پرت شدن حواس راننده نوجوان نه تلفن همراه بلکه رفقایی هستند که در اتومبیل نشستند و مشغول شوخی و خنده میبینید حتی در این ینگ دنیا هم نمیگذارن نوجوانان دو دقیقه با دوستانشان راحت بنشینند توی اتومبیل و خوش بگذرانند